کجا قرار بود منفجر شه؟ فرودگاه. داشت میرفت به سمت فرودگاه. فرودگاه مهرآباد؟ بله. سرگود الان از سفارت بلژیک تماس گرفتن. اعلام کردن که سفر آقای نایجل به ایران حتمی شد. بله. ورودش به ایران قطعی شد. به کی میمونه؟ سفرش که 4 روزه بوده. مگه اینکه تو مجبورش کنی که زودتر برگرده. اوضاع چطوره؟ فعلا همه چی آرومه، مشکلم نداره. چهارده دارین، دستور چیه؟ تمام واحدها تغییر مسیر به موقعیت جایگزین. چی میخوای؟ شنیدم یه ماشین تو مسیر اسکورت از روی پل افتاد. شما نقشه همه چی رو داشتین جز این که من به این راحتی ها نمیبینم. قربان، یه فرد ناشناس با 110 تماس گرفته در مورد یک بمب‌گذاری. فایل صوتیش همین الان به دست ما رسیده. سریع اجراش کن. شما دنبال یه زنی میگردید که فکر میکنید بمب‌گذاری های اخیر مربوط به اونه. من آدرس اون زن رو بهتون میدم. این صدای اونه نیست که نفتش رو لودار. سریع هم به رضا بگو آماده بشه. میریم به این آدرس. نتونستم بزنمش. میدونم. یعنی چی میدونم؟ سلام علیکم. بله قربان، کاملا در جریانم. بله، ولی قربان من نگرانی شما رو درک میکنم. قربان ما هم به اندازه شما نگران هستیم، ولی من بهترین نیروامو برای این کار انتخاب کردم. چشم، براتون میرسونم. بله قربان، فرمایش ندارید. خداحافظ.
فهمی؟ منظورش چی میتونه باشه؟ جوابش پیش سامنه. به تیم بررسی صحنه بگو بیاد همه چیو چک کنم، جوابشم سریع برام بفرستم. کوچیکه. شما برای ویزا اومدی؟ نه، ولی مثل که شما واسه ویزا اومدی. ولی اگه بشه که خیلی خوبه، در رتبه همون موسیقی سفر کاری دارم. خیلی دوست دارم که موسیقی شرقی و مدیترانه رو تلفیق کنم. خیلی هم خوب، موفق باشید. من در اصل اینجا کار میکنم، کار چیزی بود در خدمتتون هستم. نه ممنونم، اگه کاری بود حتما بازم میتونم. من یه جلسه دارم فوری، خیلی خوشحال میشم کمکتون کنم. خواهش میکنم. فقط جسارتم ببخشید، من میتونم اسم شما رو بپرسم؟ پاکزاد هستم. آیدین مایی خوشبخت، با اجازت. خدا سامه، یه تلاش کن ببین میتونی محل تماس مرد ناشناس رو پیدا کنی. باشه، ولی انگیزش از لو دادن خونه چی بوده؟ اخوازی. از کجا مطمئنی؟ از اون 4 تا چوب کبریتی که باش مموری رو تزمین کرده بود. زمان تماس خیلی کوتاه بوده، امکان ردیابی وجود نداشته. باید ربط بین این بومگذاری ها و این تماس سریع هم پیدا کنیم. من احساس عجیبی دارم. چی تو فکرته؟ اگه این بومگذاری ها نشونه باشه چی؟ شاید هم خواستن ما رو گمراه کنن. من میگم میخواستن اجازه ناامنی کنن. تو زمان بندی به مشکل خوردن. الان هم کنار جلی رو. تو این 2-3 روزه تا زمانی که ناجل کنفرانسش رو برگزار نکرده باید حواسمون به همه چی باشه. Thank you.
از جاسوس تماس بگیر ببین تونستم از سر انگشتی چیزی پیدا کنم. راستی احسان، خبر این مموری کارت هم بیار بده. چه خبر رضا؟ با خونه علی تماس گرفتی؟ چیزی کم و کس ندارم؟ آره باشون در تماسم. اتفاقا یه چند تا بچه رو گذاشتم اونجا تمام وقت در خدمتشون باشم. ای بابا من اولی اطلاعاتی که به دست بیارم براتون ایمیل میکنم. ممنونم، روزتون خوب. بازم ببخشید این روزا خیلی سرمشون. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خداحافظ. شما هنوز اینجایی؟ نه دیگه، کم کم داشتم میرفتم، فقط موندم که سیدیو تقدیم کنم. چی هست؟ خودتون ساختی؟ خیلی هم خوبه. به هر حال دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. واسه شما کارتون انجام شد؟ اگه مشکل چیزی داشتین به من بگید، من در خدمتتون هستم. نه دیگه، گویا این روزا خیلی سرتون شلوغه. مزاحمتون نمیشه. یه مهمون ویژه داریم، کلی کار ریخته سرم. حالا پس منم سعی میکنم بیشتر از این وقتتون نگیرم، فقط میخواستم برای دیدن تئاترش دعوتتون کنم. تئاتر؟ داری چی کار میکنی؟ به خودم هم چی پیدا کردی؟ خیلی چیزا. تو این مموری کارت یه سری عکس گیر آوردم، عکسای همون زنیه که ما دنبالشیم. البته تو چند تا عکس یه مرد خارجی هم کنارشه. مردی کیه؟ سایمون فیلیپ. تو سابقهش گیر آوردم با یه گروه تروریستی به اسم توس همکاری داشته. البته 5 سالی که فعالیتشون تموم شده. کارشون نام کردن کشورهای در حال توسعه است. پلیس 7 کشور هم دنبالشه. از زنه دیگه چی میدونه؟ هیچی. بکنم تمام هویتش جعلیه. ببین چیزی میتونی راجع به این سایمون فیلیپ پیدا کنی؟ جناب سرکار، اطلاعات به سیستم اتاقتون انتقال می‌کنم. ممنون. Hello, Flip. I just want to say, don't worry about Farhad. I can handle it. سلام. سلام قربان، سرگرد حامد هستم. سلام سرگرد. قربان، ما به اون خونه رفتیم و اونجا یه مموری کارت پیدا کردیم و اطلاعاتی در رابطه با گروه زن بمب‌گذار. چه گروهی؟ قربان، ما اطلاعاتی به دست آوردیم در رابطه با مردی به نام سایمون فیلیپ که حدود 5 سال پیش برای گروه تروریستی به نام توس کار میکرد و احتمالاً هم این زن برای همین کار استخدام شده و فرستاده شده. یعنی اینا از قبل برای آقای نایجل نقشه داشتن؟ الان میتونم بگم 100% قربان. سرگرد، خیلی سریع باید عوامل این باند دستگیر بشن. بله. منو در جریان کارات بذار. حتما. خدا نگهدار. در مورد ترور از کجا می‌دونستی؟ فرهاد نمرده. تو بمب‌گذاری نمرده. چجوریشو نمیدونم.
چقدر مطمئنی؟ امروز باش حرف زدم. اون بهم گفت که امروز تو موفق نشدی. فرهاد داره درد سر ساز میشه. آره درد سر ساز میشه. درد سر ساز میشه وقتی بهش خیانت میکنی و نمیتونی بکشیش. چقدر از کار میدونه؟ میدونه از من؟ زیاد. پیداش کنی. فرهاد کارشو بلده. خونه منم لو داده. آدرس اینجور که نداره. معلومه که نه. باید میمرد. ولی نمرد. این دیگه مشکل خودتونه. الو میخوام باهات معامله کنم. چی میخوای؟ $500,000 میگیرم بی خیالتون میشم. البته پول خونه هدیه جداست. بذار ببینمت. با هم صحبت میکنیم. 10 دقیقه فرصت داری این پولو جور کنی. خودت بهتر از هر کسی میدونی اگه دهنمو وا کنم واسه سیستم خیلی بد میشه. جورش کن. فرهاد باید ببینمت. خانم باکسون. سلام. ببخش دیر کردی. کلمه تهران توجیه واسه همه تاخیر. فکرم پشیمون شده. شوخی میکنی؟ من از ظهر تا حالا دارم همش ساعت رو نگاه. یعنی اینقدر نمایش جذابیه؟ بفهم. قربان بمب‌گذاری های اخیر به هم بی‌ربط نبوده. شاید هم گروه تروریستی توس داره به صورت غیر رسمی کار خودش رو تو ایران ادامه میده. کسانی که حامیان این گروه هن و اونا رو حمایت مالی میکنن کیان؟ گروه تحقیقات ما فهمیدن که توس 7 سال پیش برای MI6 هم کار میکرده. پس با این حساب گروه توس استخدام شده برای ضربه زدن به ایران. پس این نشون میده که در واقع سفر آقای ادوارد نایجل به ایران تا چه حد حائز اهمیته؟ به نظر شما سردار تروریست ها دنبال چی هستن؟ ببینید مسائل زیادی هست. به نظر من بعد از اتفاقاتی که توی منطقه رخ داد و تغییراتی که در کشورهای عربی به وجود اومد، کشور ایران در خاورمیانه اهمیت خاصی پیدا کرد. خب میدونی کشورهای حوزه خلیج فارس هم که هیچ وقت در صحنه سیاسی و استراتژیکی نتونستن تأثیر گذار باشن. در واقع کشور عراق و افغانستان هم اونقدر مشکلات داخلی برای خودشون دارن که اصلا نیازی نیست خارج از کشور برایشون مشکلی ایجاد بشه.
اینجا میمونه کشور ایران و ترکیه. ترکیه هم بزرگترین ارتش ناتو از نظر تعداد نیرو و پرسنل و تجهیزات نظامی بعد از امریکاست و بعیده بخوام براش درصد درست بکنن. با این حساب میمونه فقط ایران. پس با ناامنی تو ایران و راه انداختن جنگ تو خاورمیانه خیلی از کشورها میتونن از فروش اسلحه سود ببرن. در واقع ثبات ایران در صحنه جهانی میتونه برای خیلی ها تلخ باشه. پس اگه با این حساب تصور کنیم که دشمنای خارجی ما برای ضربه زدن به ایران میرن و گروه تروریستی توس رو استخدام میکنن و گروه توس در ترکیه سایمون رو داره و سایمون از طریق زنی به نام هانا جونز. ببخشید هانا جونز کیه؟ هانا جونز یه زن دورگه است، ایرانی انگلیسی که وظیفش استخدام کردن ماتادوره. اون ماتادور رو استخدام میکنه و با مدارک جعلی که واسش درست میکنن اونو دوباره برمیگردونن به ایران. تو اگه نتونستن از طریق ناامن نشون دادن این کشور و بمبگذاری ها مانع حضور ناجل در ایران بشن، از طریق ماتادور که تکثیر انداز ماهریه بتونن اونو ترورش کنن. پس تمام انرژیتون رو برای دستگیری ماتادور بذارید. چشم قربان. با من امری نیست؟ با اجازه. 34 35 نه بذار راه نمایی کن. 36 هزینه داره یکی یکی می بالا نمیاد آخه بیشتر بده. 38 37 خسته نباش. گفتم بالاخره. ولی همه رو گفت. حال من چقدر بهم میخوره؟ 26 دقیقا. از کجا فهمیدی؟ نمیدونم، شاید حسشو. چرا موسیقی انتخاب کردی؟ خب شاید به خاطر اینکه همیشه دوست داشتم با آدم ها یه جور دیگه حرف بزنم، برای همین زبون موسیقی رو انتخاب کردم. فقط آهنگسازی میکنی؟ نمیخونی؟ میخونم، ولی نه اونجوری که تو فکر میکنی. همیشه سعی کردم که با شکل نوتا، نمیدونم چجور بگم، با سازم حرف بزنم. راست میگم هنرمنده یه جورایی هم دیوونه میبونم. یه ذره دیوون حساس هم. آره حساس که هستم. این حساسیت میتونه برای خیلی جذاب باشه. ببینم چیز دیگه میل نداری سفارش بدم؟ نه دیگه، دست شما درد نکن. دیر شد دیگه هم درد خونه دیگه. تعارف بکنی؟ نه او تعارف چیه؟ جدن دیر شد؟ بله، دست شما درد نکن. خواهش کنم، بذار من برم. نه دیگه، شما به اندازه کافی هم زحمت کشید. اجازه بدیم اصلاب کنم. لطفا بشین. شوخش هم زیست. از وقتی اومدم ایران همش پیش مادرم، همه زندگیمه دیگه، چیکار کنم؟ خیلی خوبه که اینقدر به مادرتون اهمیت میدی. ممنون که امروز دعوتمو قبول کردی، روز به یاد موندنی شد. چه حرفی میزنید؟ من باید از شما تشکر کنم، فرهنگی ترین خاطره زندگیم شده امروز با شما. میدونی سمیرا، تو ببخشید به اسم کوچیک صدات میکنم. نه با راحت باش. نمیدونم چجوری بگم، انگار که خیلی وقت میشناسمت. نمیدونم تو به من چه حسی داری، ولی میتونیم بازم هم دیگر رو ببینیم دیگه ها؟ نمیدونم. زندگی غیر قابل پیشبینی تر از اون چیزی که فکرشو میکنی. رسیدی خونه بهم زنگ بزن. یه فرضیه وجود داره. ما از گروه توس رسیدیم به سایمون، هانا، ماتادور، فرهاد، شهرام و هدیه. هدیه روز بمبگذاری هتل تنها نبوده، فرهاد اونو همراهی میکرده. اگه غیر از این بوده
درست روز بمبگذاری ماشین هدیه منفجر میشه. حالا این وسط دوتا احتمال وجود داره. احتمال اول، فرهاد ماشین هدیه رو منفجر کرده باشه که اینجوری از دستش خلاص شه. من این فرضیه رو منطقی نمیدونم. فرهاد آدم باهوشیه، به خاطر اینکه از شهر هدیه خلاصی راهی کم سرسده‌تری پیش روشه. اما راه حل دوم، گروهی آدمای دیگه این ماشین منفجر کرده باشن، اینطوری میتونن همزمان از دست هدیه و فرهاد خلاص شن. حالا این وسط فرهاد یه جوری از ماجرا قصر در رفته، حالا هم داره ازش انتقام میگیره. چطوری؟ با دادن اطلاعات اونا به ما. راه حل خوبیه. خب گرفتن فرهاد برای دو طرف ما حائز اهمیته، ولی خب ما باید سعی کنیم زودتر از اون فرهاد دستگیر کنیم. سامه، زمان دقیق کنفرانس ادوارد نایجل معلوم شد؟ آره، ساعت 7. میخوام تمام آدمایی که تو خونه امن کار میکنن دوباره چکشون کنی بزن. حتما. چرا من نگرانی؟ خیلی ها پشت این داستان رو بزن، خیلی ها. هرچی میریم جلوتر بیشتر معلوم میشه خیلی از ترور نایجل خوشحال میشن. از این به بعد فقط چند دقیقه قبل از حرکت اسکورت مسیر مشخص میکنن. Security services ready. I'm coming now. Okay, thanks. سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. همه شما هستن؟ بله بله بله. همین کارا رو کردم. الان بریم پس. Thank you.
کردیدم به این سادگی ها میمیرم. فکری نمیشناسمت.